دبیر کل کمیته حضرت سید الشهدا علیه السلام که در کشور کویت فعالیت می کند با مرجال قدر آیت الله عظما شیرازی مدظله در شهر مقدس قم دیدار کرد و مورد استقبال معظم الله قرار گرفت به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجعیت دکتر جمیل کمال در این دیدار گزارشی کوتاه از برنامه ها و طرحهای در دست اجرای کمیته حضرت سید الشهدا علیه السلام از جمله احداث مرکز جدید اسلامی در منطقه کوهستانی هیمالایا در مجاورت مرزهای چین فعالیت برای تأسیس سازمان حقوق بشری در ژنو و دیگر برنامه ها و طرحهایی که در خدمت دین و پیروان اهل بیت علیهم السلام باشد به مرجع عالی قدر ارائه کرد وی سپس موانع و مشکلات عملیاتی کردن این برنامه ها را به اطلاع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله رساند پس از ارائه گزارش از سوی دبیر کل کمیته حضرت سید الشهدا علیه السلام مرجع علی قدر الگو گرفتن پیامبر اکرم را در انجام امور تبلیغی ضروری دانسته و فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله علی به نشر و ابلاغ اسلام اهتمام ورزیدند و با شعار قولو لا اله الا الله تفلحو خدای متعال را به یگانگی بخوانید تا رستگار شوید مردم را به یک تا پرستی فرا میخاندند و البته در این راه و هدف با سختی ها، مشکلات، فشارها و رفتارهای منفی فراوان مواجه بودند اما به هیچ وجه و هرگز خود را مشغول آن نمی کردند ایشان تأکید کردند اگر انسان تصمیم بگیرد که به امور منفی توجه نکند و خود را مشغول آنها نسازد نه تنها خارج از منزل و در محیط کار بلکه در منزل و در جمع خانواده نیز قطعا به آرامش دست خواهد یافت و این روش و انتخاب بر موفقیت انسان می‌افزاید آیت الله العظمایی شیرازی مدظله افزودند امیر و علیه السلام فرموده اند، اما دشنام بر من برایم اجر و پاداش در پی خواهد داشت معظم الله ادامه دادن ما نیز اگر آنگونه که امیر و حضرت علی علیه السلام فرموده اند بیندیشیم در رویارویی با مشکلات و قرار گرفتن در مقابل آماج دشنام افراد به دلیل اینکه اجر و پاداش خواهیم داشت بسیار شادمان و خورسند خواهیم بود لذا باید عزم خود را برای مقابله با این مشکلات و بی‌اعتنایی به آنها جزم کنیم.